مهنت مهاجران تاجیک در روسیه نسبت به دیگران کمزد میباشد. تندرستی ساکنان تاجیکستان در زیر خطر جدی میباشد. شکنجه ها در ازبکستان در مدت 12 روز خلطه به سر بار کرده میزدند. طبق تحقیقات متخصصان دانشگاه تحقیقات ملی مکتب عالی اقتصاد، مهنت شهروندان تاجیکستان و قرغیزستان در بین مهاجران مهنتی خیلی کم مزد می باشد. طبق اطلاع دانشگاه تحقیقات ملی مکتب عالی اقتصاد در روسیه از همه زیاد شهروندان بلاروس به مزد بلند صاحب می باشند. با حساب میانه سال گذشته به شهروندان بلاروس 41.1000 روبل روسی در یک ماه مزد مهنت معین کرده شد. پس از آنها شهروندان گرجستان به مقدار 33.5-35.9000 روبل و شهروندان مولدوا به مقدار 33.2-35.3000 روبل مزد مهنت می گیرند. شهروندان اوکراین باشد از آنها کمتر 30000 روبل می گیرند. در حالت بعد مزد مهنت شهروندان تاجیکستان 25-28000 روبل، شهروندان ازبکستان 27-29000 روبل و شهروندان قرغیزستان 27-29000 روبل مقرر کرده شده است. با وجود آن که ساعت کاری مهاجران از شهروندان فدراسیون روسیه قریب نیم برابر زیاد است، 59 ساعت مقابل 39.6 ساعت. طبق اطلاع سامانه ریا نقطه‌رو، اساساً صاحبکاران خرد 40.3% و میانه 35.7% به مهاجران مهنتی کارهای به اختصاص را پیشنهاد میکنند، گرچند که 60% آنها در وطنشان با کارهای با اختصاص مشغول بودند. چطوری که رادیو آزادی اطلاع می دهد، بنابر سبب زوالهای سیمین براری چینی، حیات و تندرستی شهروندان تاجیکستان در بعضی محلهای زیست در زیر خطر قرار دارد. زوالهای سیمین براری چینی که باعث افتخار رحمان هستند و کشف آنها را همچون یک موفقیت های حکومت خود معرفی می نمود، اکنون به ناراضیگی مردم دچار گردید. در بعضی حالات تمیخی هوا شود، ما بیرو بایمدن. رادیو آزادی به ساکنان محله حجنبیا تکیه نموده خبر میدهد که اهالی ناحیه مذکور از سخت افلاس شدنی هوا شکایت میکنند. نفس کشی دشوار میشود، راه نفس رو میگیرد، چنگ و غبار به شیش و دل جگر زلال دارد. به عقیده محیط شناسان، استحصال سیمنت به محیط زیست ضررآور می باشد و زوادهای مذکور در اکثریت کشورها بیرون از محلهای زیست ساخته می شوند. هماهنگسازی تشکیلات غیر دولتی زمین خرد ناتالیا ایدریسوا می گوید کسی معلومات نمی دهد که چگونه تجهیزات تازه کنی پرتوهای ضررآور به اتمسفیر جایگیر هست و از کجا آورده شده است. میگویند که همش خوب است، براه مانده شده است، ولی یگان معلومات یا حسابات آید این موضوع پیشنهاد نمی کنند. عین زمان کشور چین زوالهای سیمنت براری خود را اختصار کرده کوشش دارد آنها را به کشورهای دیگر بکوچاند، میگوید او. غیر از این از احتمال دور نیست که تاجیکستان باز 40 سال آینده یک نمودی سوزشواری افلاس را در صنعت خود استفاده می برد. اکثریت صنعت کشور را به استفاده بردن انگشت گذراندن محیط زیست را به حالت فلاکت آور برده می رساند. در بعض حالات تمیخی هوا شود، ما بیرو بایمدن نمی خوانده بایمدن. دختری نصیبه اوزاقاوا که سنه 13 نویبر سال 2017 با عیب اکستریمیزم دستگیر شده بود، در همصحبت با رادیوی بی بی سی آید شکنجه های شدید نسبت مادرش کرده شده بیانات داد. با گفته عزیزه اوزاقاوا، دختری دستگیر شده از سبب بسر ضربه های سخت خوردن از بینی مادرش مایه زرداب می براید. واخری را با مادرش پس از به اتمام رسیدن کارهای تفتیشاتی اجازت دادند. طبق گفته های مادرم، در طول 12 روز جوانان پیشکی به سرش خلطه بار کرده به تمامی اعضاهای بدنش
و به سرش با کلتک می زدند. در نتیجه شکنجه های شدید از بینیش مایع زرداب می براید. عین زمان او استفاده از دارواری که امکان قدر به او می رسانیم با خود تبابت کنی مشغول است، می گوید عزیزه ازاخوا. یاد رس میکنیم که کمی پیش دیگر دختری نصیبه ازاخوا، امیده ازاخوا که همراه مادرش و برادرش محمد امین دستگیر شده بود، در مکتوبی کشاد در خصوص استفاده شدن شکنجه های شدید نسبت آنها برای گرفتن نشاندادهای اعترافی نقل نمود. در طول 17 روز من با مادرم و برادرم در شعبه وزارت کارهای داخلی شهر تاشکند قرار داشتیم. در این مدت برای گرفتن نشاندادهای اعترافی هم مرا سخت شکنجه نمودند. کارمندان فوری به من گفتند اگر نشانداد ندهم لباس هایم را به در نموده به کامیره تلفن صورت میگیرند و به اینترنت نشر می نمایند. یا اینکه به یکی از اتاقی در تهخانه همراهی تجاوزکاران جا می کنند و در روبرویم مادرم و شوهرم را می گذارند که شاهدی چنین حالت گردند. سرداری آنها فرمود که ما بین پایهایم کلتک را اندازند و گفت اگر بمیرد باکی ندارد، با یک اکت از حساب می براریتان. گفته می شود در مکتوب امیده ازاخوا که در سامانه فیسبوک پخش شده است. یعنی دوبینکه بلن باشقا جایلگی هم ایشلتش که حرکت خلشه.